یک ماه و نیم پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در داخل نوار غزه، برای اولین بار ارتش اسرائیل به یک تلویزیون فارسی زبان اجازه می‌دهد تا وارد نوار غزه شود و از نزدیک از آنچه که در داخل غزه می‌گذرد گزارش تهیه کند. من هم اکنون در داخل غزه هستم. من در کنار جاده صلاح الدین، یکی از اصلی ترین خیابان‌های شهر غزه هستم که از شمال به جنوب غزه میره و همانطوری که در پشت سر من هم میتونید ببینید، گروه گروه شهروندان غزه هنوز به سوی جنوب غزه میرن، در حالی که ارتش اسرائیل کاملا در دوروبر اونها را از افراد حماس محافظت میکنه که از اونها جلوگیری نکنن که به طرف جنوب غزه میرن. در کنار اون، در بالای سر این افراد میتونید ببینید شهر غزه را که تقریبا کاملا ویران شده. از جایی که من میومدم به اینجا، وقتی که در حال ورود به غزه بودیم، در کنار جاده تقریبا میشه گفتش که دیگر جایی برای زندگی در اینجا وجود نداره. ارتش اسرائیل کاملا بسیاری از محله ها و مناطق شمال غزه را کاملا ویران کرده و هنوز هم با آنکه ارتش اسرائیل میگوید که تسلط کاملی بر شهر غزه داره، هنوز از گوشه کنار صدای تیراندازی، صدای توپ و تانک هم به گوش میرسه. در اینجا سربازان به ما گفتن که این امکان وجود داره که از توی تونل ها هنوز بتونن که افراد حماس بیرون بیاد و به سربازان اسرائیل حمله بکنن. ساعتی پیش، همین امروز، از داخل تونلی واقع در یک مدرسه دخترانه در همین نزدیکی به ما حمله شد. ما در کنار بیمارستان‌ها و داخل خانه‌های مردم پرتابگرهای راکت پیدا کردیم و این سوء استفاده کامل از شهروندان غزه است که حماس از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. یک ماه و نیم پس از آغاز جنگ در اسرائیل، همانطوری که می‌بینید، شهر غزه کاملاً ویران است. مردم به سوی جنوب میرن و جنگ همچنان ادامه دارد. بابک اسحاقی، نوار غزه.